متاسفانه نه تنها تو فوتبال پایه‌مون، بلکه تو فوتبال بزرگسالانمون هم نقش دلالا پررنگه. حالا توی فوتبال پایه به نسبت بیشتره، به خاطر اینکه مبلغش پایین‌تره. شما توی بزرگسالان یه بازیکن جابجا بشه میلیاردی جابجا میشه، ولی تو فوتبال پایه تو هر رده رنجش متفاوته. جالبه، من اومدم دیگه الان رنجم دستمون اومده که توی رده نونه حالا یه مبلغی داره، رده نوجوانان، جوانان همینجوری تا امید که میاد بالا. ببینید، اون توجه جدایی از اون کنترلی که باید باشگاه ها و اون عواملی که بالاخره میشه گفت نظارتی هستن توی فوتبال، اونا باید کنترل داشته باشه. جدایی از اون، ما باید این هم در نظر بگیریم، وقتی شما یک جایی رو بودجه کمی براش در نظر میگیری، حقوق کمی به اون افراد میدید، خود به خود اون افراد بنابه شرایط زندگیشون وسوسه میشن که این اتفاقات رو رقم بزنن. شما وقتی حقوق یک مربیتون یا کسی که داره کار میکنه مبلغ خیلی پایینی باشه، وقتی یه مبلغ زیادی بهش پیشنهاد میشه میتونه وسوسه بشه. چه بسا هر کسی بالاخره با یه رنج قیمتی میاد دیگه. الان خب اکثر بچه‌هایی که خب پدر خیلی پولداری دارن خیلی دوست دارن فوتبالیست بشن. الان خیلی دوست دارن فوتبالیست بشن، یه ورزش جذابی هستش، ولی خب بعضا استعداد ندارن. وقتی استعداد ندارن پدر ورود میکنه و به خاطر علاقه شدیدی که بره پیشرفت بچهش داره میاد میخواد هزینه بکنه، پیشنهادایی میده که حالا اون مجموعه یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه، یا بعضا اگر مجموعه قبول نکنه میره رو مربی امتحان میکنه، میره کمکش امتحان میکنه. این یکی از عواملش کم بوده درآمده. دومیم عاملش هم خود خانواده هان که با اصرار این اتفاق رو رقم میزنن، و سومیم عاملش هم اون افراد تیمداری هستن که تیمداری میکنن برای پول در آوردن و نیومدن که یه تیمی رو بخرن، روش سرمایه گذاری بکنن، از توش استعداد مثلا پروری بکنن، بخوان استعدادی رو پرورش بدن. بیشتر دنبال این الان هستن توی فوتبال پایه که از توش پول در بیارن. یه واقعیته، واقعا دردناک هم هست. یعنی یه کسی یه تیمی میخره، ما 27 بازیکن میتونیم توی قانون هیئت فوتبال بازیکن رد بکنیم، میاد 15 تا بازیکنی که میتونه تیمش رو توی مراحل مثلا نیمه جدول نگه داره حفظ میکنه، 15 تا بازیکن رو برمیداره، 12 تا بازیکنی که میمونه رو پولی برمیداره، هزینه های خودش رو در میاره، یه سودی هم میکنه. و یه چیز جالبی هم که من بهتون بگم، وقتی از موندن خودش مطمئن میشه تو لیگ، یعنی میمونه که میدونه که دیگه سقوط نمیکنه، آخر فصل اون تیمایی که نیاز به امتیاز دارن هم از اونا هم درآمدزایی میکنه. این خیلی جالبه، من پارسال متوجه شدم. یعنی تیمایی که، یعنی شما اگر دقت بکنید میتونید جدول رو ببینید، نتایج غیر قابل پیش بینی تو 5 هفته آخر لیگ های پایه رقم میخوره. یعنی یه تیمی که میبینی گل خورده نداره هفته آخر 5 تا میخوره، تیمی که خیالش راحته که سقوط نمیکنه میره بازی رو میبازه، بازیکنایی که مطرح نیستن مثلا نیاز نیستش حضورشون، اونا رو میذاره داخل زمین. و از جدایی از خانواده ها که درآمدزایی کرده، میاد از این قضیه هم یه سودی رو برای مجموعه خودش فراهم میکنه. به خاطر همین متاسفانه یه مقدار فساد وارد فوتبال پایه‌مون هم شده، که من خواهشی که دارم از مسئولین زیربط و از فوتبالیا خواهش میکنم که بیشتر به فوتبال پایه علاقمندی نشون بدن، وارد فوتبال پایه بشن، چون درد فوتبال اونا میدونن و اونا میدونن که چه نیازایی رو بچه‌های ما از لحاظ سخت افزاری کمکشون میکنه، چه نیازایی کمکشون میکنه، چه چیزایی باعث شخصیت یک تیم میشه. این سیاست گذاری، این بودجه بندی، این روی شهره دقیقا باید تو سیاست کلان توی مدیریت فوتبال پایه‌مون دقیقا باید چجوری تقسیم بندی، چجوری باید بهش نگاه بشه؟
ببینید بستگی به نگاه اون باشگاه داره دیگه که چه رقمی رو در نظر بگیره، ولی صحبتی که AFC بیشتر موقع کرده تو جای مختلف، مثلا کارشناسای AFC گفتن که معقولش اینه که شما 10-20% مینیمم بودجه سالیانتون رو در اختیار آکادمیتون قرار بدید، یعنی هزینه آکادمیتون بکنید که بتونید بازده مناسب داشته باشید و بودجه خیلی زیادی هم نیست. شما البته خب ما توی کشورمون مثل کشورهای دیگه درآمدزایی که از طریق مثلا اسپانسرینگ یا چه میدونم پخش زنده و اینجور چیزات فوتبال ما نداره، حتی تو فوتبال پایه اونا دارن دیگه، بازی هاشون رو میفروشن یا مثلا پک لباس هاشون رو میفروشن، حالا درآمدزایی خاص خودشون رو دارن از طریق طرق مختلف. اینجا الان خب به خاطر فشار اقتصادی که موجود هست خانواده ها توان این کار رو ندارن که بخوان مثلا لباس اضافه بخرن، شال تبلیغات مثلا شال تیمشون رو بخرن برای تشویق و اینجور چیزا. توی مثلا فوتبال پایه اونجوری که مثلا پخش مستقیم باشه درآمدزایی باشه، ولی همون 10-20% به نظر من کافیه. فقط یه نگاه حرفه‌ای میخواد و یه میشه گفتش که کنترل کافی که ما بتونیم مجموعه رو زیر نظر خودمون داشته باشیم، یعنی ولی به قول اصطلاح مثلا ولش نکنیم که هر کاری داره میکنه بکنه، یعنی کاملا یه برنامه جامع ما داشته باشیم به عنوان فلسفه، یعنی شما فلسفه تیمی داشته باشید مثل دنیایی که مثلا الان دنیای روز فوتبال، شما آرسنال هر کاریش بکنید هر مربی رو مثلا بیاره فلسفه فوتبالش 4-4-2 بر فرض مثال، این فلسفه از آکادمی شروع میشه تا به بزرگسالان، تمامی رده ها تو این رده چیز بازی میکنن، تو این برنامه سیستم 4-4-2 و مربی ها رو میارن آموزش میدن، میگن شما این سیستم و این نوع بازی رو به این بچه ها آموزش بدید که میان بالا به بزرگسالان رسیدن دیگه تکمیل و کامل بشن. ولی الان تو فوتبال ما اینم نیستش، ما اینم الان صحبتش به اینجا کشید، الان مثلا من بیام 4 تا رده خودمو بزرگسالان من داره 4-4-2 بازی میکنه خطی آقای یحیی گل محمدی، سال بعد آقای یحیی گل محمدی تصمیم بگیرن برن تیم ملی، ان شاء الله مربی تیم ملی بشن، مربی بعدی بیادش دیگه 4-4-2 نیستش تیم ما، اون تاکتیکی هستش که اون مربی دوست داره، مثلا کالدرون اومد 4-3-3 کردش، برانکو اوایلش اومد 4-4-2 لوزی بازی کردش. فلسفه تیمی ما نداریم، فلسفه تیمی اگر داشته باشیم مربی رو انتخاب میکنیم که 4-4-2 خطی بازی کنیم، میگیم آقا ما از 5 سال بازیکنای من دارن تعلیم میبرن برای این فلسفه و بزرگسالان من باید آقا با این فلسفه بریم جلو یا با این دوتا سیستم بریم جلو. این ضعف هم ما داریم، حالا صحبت این شدش در قبال حرفای دیگمون، ولی اگر شما همیشه توی کشور فدراسیون اون رو نگاه بکنید در مورد نگاهش نسبت به تیمای مختلف میتونید باشگاه ها هم ببینید، وقتی فدراسیون ما برنامه جامعی برای فوتبال پایه نداره، بودجه مناسبی رو نمیذاره، هزینه خوبی نمیکنه، چه انتظاری دارید که باشگاه هاتون این کار رو انجام بدن؟ ما الان میبینیم که تیم ملی امیدمون صحبت از نگرفتن چندین ماه حقوق میکنه، نبودن امکانات، نبودن فلان، این خب خیلی بده. حالا بزرگسالان اونم الان این مشکل داریم، ولی تا وقتی نگاهمون حرفه‌ای نباشه نمیتونیم انتظار نتیجه مناسب و مطلوبی رو چه در فوتبال پایه چه در فوتبال بزرگسالان داشته باشیم و فقط راهش هم اینه، یا مدیران آکادمی رو بفرستیم خارج از کشور یه دوره‌ای رو ببینن امکاناتو، یا مدیران باشگاه رو بفرستیم ازشون اجبار بکنه فدراسیون هر مدیر باشگاه باید بره یه ارتباط با یه باشگاه اروپایی یا خارج از کشور که آکادمی داره بگیره، یا حالا خواهرخوندگی از امکانات اونا با خبر بشه همونو برداره بیاره پیاده کنه، یا یه میشه گفتش که کتاب جامعی رو در اختیار هر تیمی قرار بده به عنوان اطلاعات بین‌المللی که ما اینجا باید پیاده بکنیم. در غیر این صورت یا هم که یکی رو بیارن اینجا تدریس بکنه، در غیر این صورت ما تو همین لولی که هستیم میمونیم و نه تنها پیشرفت نمی کنیم که پس رفتم خواهیم کرد. من اینو بگم تو رو خدا سوء تفاهم واسه کسی نشه. من ببینین شما میدونی، همه هواداران میدونن تو پایه آقا این حرفا بوده و هست.
که آقا بازیکن مربی پول گرفته، از پدر مادر پول گرفته شده. خب این چیزا بوده. خب خواهش میکنم کسی برداشت شخصی خودشو نیاد بکنه از این صحبتای من که بگه آقا من مثال میگم، من مثلا اینجا تو استقلال یه مسئولیتی داشتم پس با منه مثلا، یا نمیتونیم که منکری این بشیم که نبوده. حالا من اگه صحبت کنم، یعنی بخوام خیلی شفاف صحبت کنم و حرف بزنم، شاید خیلی از آدمایی که واقعا دوستشون دارم و حق به گردن من دارن، ولی خب تو پایه کار خاصی انجام نشده، نشده بود، یعنی از اون قبلم نشده، همینجوری اومده تا همین الان. به خاطر اینکه ما خیلی استعداد داریم، استعدادهای زیاد و اینا همشون اومدن مثلا قاعدی اومدن یه جوری عاقبت به خیر شدن، اومدن توی فوتبال اون نیاز فوتبالمونو برطرف کردن. به خاطر همین شما خیلی فوتبالیست کمی میبینی که آقا اومده مثلا تو تیم شاهین بوشهر اومده باشه نونه حالا نوجوانان امید، بعد اومده باشه مثلا یهو تو لیگه، یا اون پسره اینقدر خوبه میشه مهدی قائدی، یعنی توی لیگ مثلا یکیشون با 15 16 سال سن همه نگاهش میکنه آ این چقدر خوبه، یا یکی مثلا مهدی طارمی اینقدر خوبه. و شاید حالا من این بخشو میخوام بگم استعدادیاب چقدر مهمه، شما یکی رو میبینی این بچه تمام فاکتورهای یه فوتبالیست شدن بزرگو داره، ولی هرز میره، حالا نمیتونه بره مثلا توی این تیم، مثال میگم لیگ یکی لیگ دوی که بیاد کم کم بالا، و این دیگه تموم میشه، نابود میشه. من خیلی آدمای خیلی زیادی دیدم که میگن آقا ما مثلا فلانجا فوتبال بازیم که، ولی دیگه نشد، تموم شدیم. میدونید چون یه همین بحث استعدادیابی جایی نبوده که مناسب این بچه ها بیان پرورش پیدا کنن بیان بالا. راهکارتون چی آقا آرش مثلا؟ راه بعد برنامه داشته باشیم واسه یه فوتبال پایه، نه فقط هم واسه یه تهران. شما یه استعداد خیلی خوب ناب میتونیم مثال میگم از توی جیرفت کرمان پیدا کنی، کهنوج پیدا کنی، سراوان مثلا سیستان بلوچستان پیدا کنی، نمیدونم از این ور بری توی مثلا میگم اردبیل پیدا کنی که میشه یهو یه بازیکنی که توی اروپا تاپ لول گل میزنه، اسم ایرانو میاره بالا. باید یک سیستم درست داشته باشیم تا تمام این کشورمونو پوشش بده به صورت یکسان. من خودم الان داریم خودم این فکر رو دارم، خودم که نه، یعنی آکادمیمون، من میگم هی خودم یعنی که آکادمیمونا، تمام نقاط ایران آکادمی بزنیم، یکی یکی بیایم مثلا بندر عباس، سیستان، بلوچستان، مشهد، همینجوری کرمان، و اینا رو بکنیم پایگاه استعدادیابی باشگاه توی مشهد. مثلا یه پایگاه بزنیم اینجا، بازیکنان با استعداد برن، مربیای خیلی خوب با کلاس اونجا آموزش بدن، میشه مثلا 3-4 تا بازیکن خوب، بعد این 3-4 تا بازیکن خوب بیان اینجا حالا زیر دست مربی‌ها، فضای بهتر، لیگ بهتر، اینجا بازی کنن، کم کم بشن مثلا تبدیل بشن بیا بازی کن. ما بتونیم با این روش 10 تا بازیکن بدیم بزرگسالا، نه که حالا یهو بدیم بزرگکا، یعنی مثلا از همین نوجوانی جوانان همینجوری کار کنیم، به نظرم یه جایی میرسیم که بتونیم حداقل همین 10 تایی که گفتم بتونیم بازیکن بدیم اگه این سیستمو داشته باشیم. یعنی سیستم وجود مثلا به بارسلونا مثلا شما ببین چند تا بازیکن از توی آکادمیش داده، حالا بازیکنم میگیره از بیرون 100%، ولی خب بغلش هم حداقل 50%ش هم از آکادمیش اومده. خیلی بازیکن‌ها هستن که از آکادمی مثلا بارسلونا میرن یا رئال میرن. حالا باید یه سیستم خیلی خوب مناسب داشته باشیم تا بتونیم به اون هدفمون برسیم.